هنگامه دوزخ بود. زمان زمان طوفان‌ها، زمان شیاطین، قرش‌ها، قوقا و فریادها. بر فراز شهر جهنمی از آتش و دود موج می‌زد. شهر، شهر افسانه بود. در آن شهر قصری برپا ایستاده بود مرموز که افسون آن قلب‌های ساکنینش را تسخیر کرده بود. آن قصر بتکده‌ای بود با بتی یلدانام، دلارام، بیارام، اشوگر، جادوگر، زیبایی که سحرش جهانی را اسیر، آوازش عالمگیر بود. از دیار دور، دور دور، از شرق و سیاهی خود خفه سازند. اما از میان آن جمع، عابد جوانی به پا خواست تا یلدا را نیایشگر راستین کنند و عابد جوان با چشمانی سبز به شهر افسانه ها روان گشت. در قصر یلدا به سنت جاوید مجلس بزم بود تا سپیده صبح. او میرخصید و میرخصید و ستایشگرانش از هر سوی عالم میامدند و باز میامدند. ناگاه چشم یلدا به غریبه ای افتاد که هرگز او را ندیده بود. جوان عابد میان آنها بود و دیدگانش لحظه ای از او نمیشد. یلدا زیبا بود با تبسمی ناشناخته مرموز. چشمان عابد جوان از فسون سحرش گریخت، خواست حتی وجودش را نجات دهند، ولی یلدا جذاب بود، جذب می‌کرد. چشمان قیرگون یلدا بگر در پی جستجوی جوان بیگانه به گردش درآمد، اما او میان ستایشگرانش نبود. شب نیز ناآرام در کار خود بود، به هم میپیچید و غلیظ‌تر میشد. شب هنگام بستر ابریشمین تن یلدای خسته شب زنده‌دار را به آغوش میگرفت. کنیز وفادار پاهای لطیفش را با معجونی آمیخته به گلاب شستشو میداد. اما یلدای شهرآشوب در فکر عابدی بیگانه که چشمانی سبز داشت فرو رفته بود. ناه صدایی شنید، صدای پای او بود. عابد سبز چشم آنجا بود تا یلدا را با نور حقیقت آشنا کند و به طریق رستگاری رهنمایش باشد. چهره یلدا شکفت، خنده او سحرآمیز بود. آنگاه عابد جوان نشست در پای یلدا و به او راه رستگاری را نشان داد. یلدا مات بود و متحیر. در دنیای درونش نبردی آغاز شد، نبرد بین تاریکی ها و نورها. و چنان شد که دیگر در قصر یلدا شبی با بزم و طرب به صبح نرسید. فقط عابد جوان بود که پلیدی ها را میراند و از نور سخن میگفت. از دیدگان یلدا اشک جاری شد، اشک داغ که پاک بود با نوید از امید و آرزوها. نشست نطفه ای از مهر بر دل جوان. او یلدا را دوست داشت و نشست نطفه ای از مهر بر دل یلدا. او نور را دوست داشت و بدرقه راهشان نغمه های آسمانی تا ملکوت به تنین در آمدند. با من در انتهای این شب خورشید چشم راه ماست. نور ما را خواهد پذیرفت، آفتاب تو را خواهد پذیرفت. با من بیا. من با تو هستم از این زمان تا ابد، از سیاهی های دوزخ تا آفتاب بهشت. من با تو هستم. یلدا پذیرا شد سفر را، سفری کشتار و طولانی از قصرهای هوس تا سوی روشنایی. روز بعد شیاطین آتش افروز در صحرای بیکران کمین کرده بودند. یلدا از ظلمات شبهای زندگیش به در آمده بود و می رفت تا نور آفتاب را لمس کند. اما آفتاب بی‌رحم بود و شنهای سوزان بیابان سوزنده تر. آفتاب قریب سوز یلدا را از پای در آورد. آفتاب نمیخواست او به آسمان برسد و یلدا نمیخواست بار دیگر به تاریکی بازگردد. عابد جوان با تمام وجود دعا میکرد که آسمان یلدا را طلب کند، اما آسمان کور بود. یلدا این دختر دیراشنا مرد با آرزوهای نایافتش.
عابد جوان با چشمان سبزی که اشک غم بر آنها نشسته بود گفت: اون سیاه‌ترین شب زمان بود یلدا، اون به سوی تو آمد ای گدازنده ترین نور. او آمد از گذشته رها شد و تو نخواستی، تو. و این آغازیست در تردید من. بی‌فروغ، مرگ نور، مرگ حقیقت، مرگ آرزوها. روزی که عابد جوان تنها به دیر بازگشت، موهایش به سپیدی برف مانده بود. خلقی کنجکاو از او پرسیدند: کو آن عشوه‌گر فتان که می‌خواست نور جاودان را از آن خود سازد؟ عابد گفت: یلدا به جانب نور بال کشید، لیکن نور او را نپذیرفت و به سوی تاریکی روانش ساخت. بالاخره قصم تمام شد. من همه قهرمان های این قصه رو دوست دارم، به خصوص یلدا که منو رجیب. شاید اون عابد جوانم من باشم، شاید. اما نه، این قصه تمام یلداهای بیپناه و تشنه نوره، یلداهای آواره تو کوچه های تنگ زیر چراغ های کم نور و کور. ولی من یه اشراف زادم غرق در ثروت و نور. آره، میون من و یلداها دیوار عظیم، دیواری بین نور و تاریکی. اما نور کدوم طرف دیواره؟ الو، آه توی شیلا، چطوری؟ چیکار میکردم؟ داشتم مینوشتم. ولی یادت رفته که امشب باید بری مهمونی؟ قرار خواهرت و نامزدش هم با ما بیان. بهت نگفتم؟ بهت گفته بودن و تو فراموش کردی. در هر صورت معذرت میخوام. میدونی من داستانمو تموم کردم. آره، اسمشو شبیه یلدا گذاشتم. نه عزیزم، من خیلی خستم. تو با خواهرم اینا برو، منم شاید بعدم بیام. شیلا نام زدم، گفتم خستم. این حقیقت بود، ولی خیلی دلم میخواست برم بیرون، اما نه اونطور که امثال شیلا ها میخواد. من از گردش های بی هدف و پوچ بیزارم، اما برای من دیدن شهر، گشتن و فکر کردن تو تاریکی ها و روشنایی خیابونا هیچ وقت خستگی نمیاره. من این شهر بزرگ و با همه سیاهی ها و سفیدی هاش دوست دارم، چون یلده ها توش زندگی میکنن، یلده هایی که تو نورن
و یلده هایی که تو عمق تاریکی فرو رفتن. اسم من یلداست، یعنی این اسم رو پیشونی من نوشته شده، چون من از تاریکی میام. من بارها خواستم عبور کنم از تاریکی به نور، اما همه چیز منو به سیاهی میکشه، حتی مادرم. اون مطرود همه است و این داغ بر دل منم لکی وحشتناک باقی گذاشته. من نمیخوام اینطور باشه، اما تقدیر. ماجرا از امشب شروع شد. پدر دائم الخمرم از روابط نامشروعه مادرم با مردای دیگه مطلع شد و مست به خونه برگشت. گم شو مردی که یه حل کنی، گم شو. هستی هستی کسافت راز خاک میارن، بعضی هم توز برن خورده بلد نیستن، اینقدر میخورن تا مثل حیبون شکم هم دیگر رو سفره کنن. من نمیام تو برو. این دختره میشه یه کوچه ای. آره تو هم بیا این کوچه ای رو تماشا کن. اونم چه کوچه ای خوشگله. ببین دهان تو، غیر از این حرفا چیزی یاد نگرفتین؟ آقا مشتری جدیدشه. آره تو میتونم کمکتون کنم؟ سب کنم. نگاه کنی، از من نترسی، اسم من رامینه. کجا میخوای بری؟ کوچه. یعنی؟ مگه نشنیدین مردم چی گفتی؟ من یه کوچه ای هستم. چرا بر نمیگردی خونه؟ نه، اونجام یه کوچه هست، بدتر از یه کوچه هست. به من گوش کن،
من خیلی گشتم تا تونستم پیدات کنم. اشتباه گرفتین آقا، گم شدتون من نیستم، من همیشه پیدا بودم، منتهی کسی منو تو نور نمیدید، حالا میرم شاید تو تاریکی منو ببینم. مردمونو تو کوچه تنها میذارن، درها رو به روش میبندن، بهش میگن کوچه ای در نیست. اینجا آبچی بارون میاد، اشکالی داره چند دقیقه اینجا بمونم؟ فعلا که اشکالی نداره، اما فردا که ساختمون تموم شد به این آسونی راد نمیدن بیای تو. رقصا توجه کردی؟ مردا این زنا میرخصن، زنا هم این مردا. تو رو به خدا نگاه کن. چیه؟ آره به دو طرف در، دو طرف در کومه کوچه و اینجا باز همون داستان قدیمی. یکم از کتابات بیا بیرون، یکم برای خودت با ببین. چرا تنها نشستی؟ انگار داداشت از من دل سرد شده. بیا برو پیشش، مردم ببینن بده. آخه هرچی باشه اون نامزدته. داشتم با بابک صحبت میکردم. آه ایشونو قبلا ندیده بودم. فرصت نشد معرفتون کنم. ایشون از همکلاسی های قدیم منن که تازگی مسئولیت انبارداری کارخونمونو به عهده گرفتن. انشالله چیزی از انبار کش نرن. این هم یه جور شد، یه دلگیر نشد. حالا برمیگرد. قربونتون، من همینجا هستم. شیلا، نمیخوای به نامزدت برخصی؟ معذرت میخوام شیلا، من امروزی خود حواسم پرته. بیم. چم نگفته باشم دخترم 1,000,000 قیمتشه. اما پسرم 100,000,000 قیمتشه. 4 کارخونه بزرگ، 36 باغ و خونه با ساختمون، 2 کشتی تجارتی و و و ما چه صورت حساب نخواستیم خانم. با هچ منم مامان باز داره راجع به ثروتش صحبت میکنه. دیشب قول دادی و نیومدی؟ قول ندادم، گفتم شما برین، شاید منم بیام. جنایت دیشب خوندی؟ نه، مهم بود؟ نه، یعنی از نظر ما نه. مرد دائم الخمر زنشه که بلگرد بود کشت. آن وقت دخترش مون تو کوچه. بعد هیچ کس پناهش نداد. بعد دختر رفت تو تاریکی و گم شد. بعدش؟ بارون گرفت، طوفان شد، هنوزم این طوفان ادامه داره.
کسی مزاحمتون بود؟ میدونم میدونم بیرون طوفانه، اشکالی نداره، میتونین چند لحظه بیاین تو استراحت کنین. متشکرم، همینجا میمونم. نترسین، اینجا جای مطمئنیه. بیای بیای بفرمایید. انگار آقا رحمان ازش خوشش اومده. به پانونت آجار نشین. بیا راحت باش، خودتو شل کن، یه نوشیدنی سرد بیارین اتاق من. اشتا خور باقه یکی بگیش بین کردی. بیا بگیر بشین، اینجا اتاق مخصوص منه، هیچ کس مزاحمت نمیشه، مطمئن باش. اونجا اتاق رخکن دوگراست. بگو ببینم دختر خوشگل، تو از کجا اومدی؟ به من راستشو بگو. از کوچی. خب قبلا کجا بودی؟ تو کوچی. وارسو مردنیه، این بحثت ماری بیار دیگه. اه چلاق سی دوست کرد، ولی نه حیفه تو بیمانه گفت. سرما لبتو کبود کرده، رنگت پریده، بخور کارید نمی کنه، گرم نیست. نمی خورم. حالتو جا میاره، بخور بخور بخور، نه ترس ازیتت نمی کنه، گفتم بخور. اینقدر رام چیز بدی نیست که فکر میکنی، خیلی درد رو تسکین میده. بخور بخور. پاتیل پاتیل جونی، آخه یه هفته نیست که با من شو آشنا شده. تو از همه زنهای این بار خوشگله تری، اجازه میدی یه مشروب یه دعوتت کنه؟ خرجت زیاد میشه. بله ایش سرت چی بخوره از تو بهتر. میدونی به سلامتی چه کسی میخوام بخوره؟ به سلامتی یلدا. سلامتی پدرایی که الکلی نباشه. سلامتی دخترت که هرگز سرنوشت یلده ها رو نداشته باشه. یلده صد دفعه بهت گفتم وقتی مست میکنی اینجا نمون، مگه نگفتم؟ بیا بیا از این طرف دلاشو از پایی بیا. تو باید استراحت بکنی که بتونی آواز بخونی. یلا برو ببینم، بکش کنار. اعصابش خرابه، حق داره، آخه هممون آفتاب لب بومی. یلا به تمرگ اونجا تا حالت جا بیاد. یه رو دیگه باید برنامه اجرا کنی. سیمی خانم، مثل همیشه دیر، باز با اون گردن کلوف دعوا داشتی؟ اونم چه دعوایی؟ هرچی داشتی بهش دادی ها؟ این دفعه نه، اونم کتکم زد. شب مثل سگ جون بکن، روز کتک بخور. خوابی؟ نه، بیدارم بیداری بیداری. آره نخواب، والا خوابایی میبینی که بدتر از بیداریه. باز تو بیداری یه خورده دود و الکل سر حقیقت و کلا میذاره. کدوم حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ من، تو، اون، شایدم بقیه. چی شده اینقدر ناراحتی؟ اون گردن کلاه جز من دوتا زن دیگم خرجیشو میدن. از هر سه نفرمون باج میگیره و تو خیابون راست راست را میره. گردنش از گردن گاوام کلفتره.
گرفتاری از اینم بیشتر میشه. دوتا بچه‌شام ول کرد و سر من تازه درسم میخونن. خب چرا شکایت نمی کنی؟ جونم مملکت قانون داره. آره درسته، قانون میگه حق با ماست، اما اون میگه نگاه کن وحشیه. بالاخره میخوای چیکار کنی؟ همون کاری که هر شب میکنم، مشروب میخورم، تا صبح مشروب میخورم، به حد کسافت، به حد زباله. آخه نخورده هم به ما میگن زباله، مگه نه؟ آره. خب حالا برای جلب مشتریای بار آقای رحمان باید یه کمی خون سرد شد و خندید. اگه نخندی چی میشی؟ بچه هاش گرست نمیمونن احمق جون. سیمین جون آمیتی تو من به درمون سپرده بودم راش ندن کله پوک رحمان خان با پشت سر گذاشتم بود. یالا بینم پولا رو درار ببینم. گفتم ندارم، دارم شهریه یه مدرسه یان دوتا شهر این حرفا سرم نمیشه. پولا رو درار بینم. برو از اخترم اونو جونت بگیم. کمکش کنیم. من جنس تو خوب میشناسم، تا نکشم به جای پولاتو نمیگیم. مردم کیان؟ من خودم یه پا مردم هم. دختره رو پوش بابا، دختر وایستدی نگاهشو میکنی به داده بگه بچه ها بگیر دختره آقا رو بگیر هیچ 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 بگیر اینجا هم قسمت بطری سازیشه. تو چند دقیقه با خواهرم اینجا رو بگرد تا من یه سری به بابش بگرد. خیلی خوب، ولی زود بیا. اون خمیر مزاده که بطری میشه. آقای رامین میخوان شما رو ببینه. بفرمایید بیان تو، برای ایشون شیفال لزومی نداره. اتفاقا در بعضی موارد با تشریفات 100% موافقم. حتی اگه مادرم هم خواست وارد بشه اول باید اجازه بگیره بعد بیاد تو. خب چطوری آقای مهندس؟ حق داری مسخرم بکنی. آدم یه عمر مهندسی بخونه بعد بیاد انباردار کارخونه آقا باشه. باز تو خوبی. اون دختره رو بگو که 9 سال با یک دنیا آرزو میره مدرسه، بعد میفته تو کوچه و بعدش هم تو تاریکی گم میشه. دربارش تحقیق کردم، چه داستانه این که همسایه هاش از پدر و مادرش تعریف نکردن. خب پیداش نکردی؟ هنوز نه. نپرسیدی چرا تلفن زدم که بیای اینجا؟ خب چرا؟ من دیدمش، اگه حدسم درست باشه اسمش یلداست. مطمئنی؟ تا حدی. فکر میکنم با مشخصاتی که دودی خودش باشه. رامی نمیاد. اگه سب کن الان عزیزم. کجا دیدیش؟ امشب نشونت میدم تو بار رحمان، گویا آوازم میخونه.
فکر نمی کنم یه همچی جای شلوغ و کثیفی بیاد. بهتر نگاه کن. با هم بیگانی؟ نه، تو دختر افسانه ای من، اومدم که تو رو از عمق تاریکی به روشنایی ببرم. گریه میکنی؟ چرا؟ نمیدونم. وقتی که مادرت کشته شد، وقتی که پدرتو با دست بان بردم، تو چشمات اشک نبود؟ من با اونا همیشه بیگانه بودم. اینجا هم غریبم. آخه من خیلی زود اومدم. اینجا خیلی تاریک. من کسی رو جز تو نمیبینم. منم جز صدای تو صدایی نمیشنوم. با من بیا. سعی میکنم. یلدا به دنیا آورد، اسمم گذاشت یلدا و قصه من از همینجا شروع شد. 20 سال زندگی من همیشه سیاه بوده، همیشه تاریکی. شبا برای شنیدن فحش و دعوای پدر و مادرم بیدار میموندم و روزا مجبور بودم رو نیمکت مدرسه بخوابم. روزی که از مدرسه اخراجم کردن، مادر شبگردم منو نصیحت کرد که آدم بشم. بعد بابام از راه سر رسید، مثل همیشه مست بود. منو زیر لغت گرفت و کتکم زد. کی؟ یه ماه پیش، اون شب لعنتی. هم فهمیدم. بعد پدر و مادرت با هم دعوا کردن و اون حادثه پیش اومد. و بعد کوچه ها، بعد زیر زمین های پر از دود و الکل، تنهایی، تاریکی و ظلمت. یلدا، صدات خیلی صمیمیه. این صدا من امیدوار میکنه. و تو منو وادار میکنی عوض یلدایی که تو قصم وجود داشت، وجود یلدای حقیقی رو حس کنم. حاضری با من باشین؟ برای همیشه. برای همیشه، اگه تو بخوای. متشکرم یلدا. حالا برای یه صفحه. معذرت میخوام رامین، نباید تو رو میبوسیدم. چرا یاد؟ چرا؟ نمیدونم، ولی آخه این بوسه عقده بوسه های گم شده بود که از اونا محروم بودم. من اونایی رو که هرگز دوست نداشتم بوسیدم. من پدرم رو بوسیدم، مادرم. من حالا اونا رو میبخشم.
منو هیچ وقت تنها نذار رامی، خواهش میکنم قول بدی، حرف بزن، قول بده. قول میدم. منم پیش تو میمونم، هر جا که بری میام. دوست دارم رامی، دوست دارم. موزیک قشنگی، آدم امیدوار میکنه که سیاهی شب رو فراموش کنیم و همه چیز رو قشنگتر ببینیم و یلدای زیبا رو زیباتر. برادی آپارتمان قشنگ اجاره کردم، امروز مبلمانش تموم میشه، موافقه بریم ببینیم؟ هرچی تو بخوای رامی، هرچی تو بخوای. باور نمی کنم، هرگز باور نمی کنم. تا از این به بعد اینجا زندگی می کنی. حتی برات کتاب خونم خریدم که موقع بیکاریت مطالعه کنی. اینم تلویزیونت، اینم تابلوی از طلوع آفتاب. میخوام قصه شبهای تاریک یلدا از امروز تمام بشه. حالا به این صفحه گوش کن. این آهنگ عجیب رو من تأثیر میذاره. چی شد یلدا؟ من به همه کس و همه چیز بدبین بودم رامی، تو من از بدبینی در آوردی. من در وجود تو خودم رو خوشبخت‌ترین زن دنیا میدونم، همیشه خودم رو به تو مدیون میدونم، حتی اگه بمیرم، حتی اگه ترکم کنی. ممکنی ترکم کنی رامین؟ یلدا، قول میدی به رامین وفادار باشی، خیانت نکنی؟ اگه یه روز یلدا به رامین خیانت کنی، اون روز روز مرگ یلداست. به چی فکر میکنی رامین؟ یاد داستانم افتادم، آفتاب یلدا را کشت و نزاش به نور خدا برسه. ولی من به نور خدا رسیدم رامین، مگه نه؟ از شبی که نامزدیمون اعلام شده حتی یه دفعه هم با هم بیرون نرفتیم. روز به روز نسبت به من بی‌اعتناتر میشه. این دیگه خیلیه، منم سردر نمیارم. آخه چشه؟ حالا کارش به جایی رسیده که به خواسته های منم بی‌اعتنایی میکنه. پسره یه بیشو کیه تو پردیس؟ جدا خیلی خسته شدم. رامین هنوز نیومده. نه، من نمیخوام رامین به خاطر اینکه شما میل دارین با من زندگی کنه، میخوام خودش بخواد. نمیتونه نخواد، مگه بهش اجازه میدم؟ همین امروز وادارش میکنم روز عقد و معین کنه. من که اینو نگفتم. شما منو تحقیر میکنید. درسته من رامینو دوست دارم، ولی اگه حس کنم برای اون غریبم با کمال شهامت از زندگیش میرم بیرون. تو نباید این کارو بکنی عزیزم. من از تو میخوام که رامینو وادار کنی. همین، اون همش سرش تو کتاباست و متوجه نیست کیه. اگه نصف شعور پدرشو داشت الان سرمایه‌مون دو برابر بود. با هر آدم بی سر و پای رامی رو حرف میزنه. حتی کارش به جایی رسیده که انباردار کارخونه رو به خونه دعوت میکنه. لابد بعدش هم نوبت کارگراست و بعدم پای هر کسی تو کوچه است به اینجا با میشه. براو مادر، براو. فکر نمی‌کردم اینقدر ناطق خوبی باشی. اگه میگفتی این کوچه یایی که اینقدر ازشون بد میدی کیا هستن، یا اصولا کوچه ها کدوم طرف درن، اون ور در یا این ور بعضی از درا، اون وقت بهت نمره 20 میدادم. تو هنوز خیلی مونده که به من نمره بدی. آه نه 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 نه، اتفاقا بحث جالبیه. مثلا ببین، ماشین شیلا دم دره، یعنی تو کوچه است. رانندش هم منتظره که شیلا رو ببره خونه. در نتیجه چون راننده شیلا اون طرف در کوچه است، حق نداره بیاد تو. بله، هر کس که تو کوچه است کوچه ای نیست. و
و بعضی هم که کوچه ای هستن در کوچه نیستن. خب دیگه من باید برم، خیلی دیرم شده. صبر کن شیلا، از صبح تا حالا منتظرت بود رامین. آه معذرت میخوام شیلا، یادم رفته بود که باید بیرفتیم تنیس. حالت خوبه؟ مهم نیست، من نمیفهمم عزیزم، تو اصلا عوض شدی. من امروز میخواستم با تو مشورت کنم تا روز عقد رو معلوم کنیم. باشه برای بعد. رامین میبخشی شیلا، ولی من یه سفری در پیش دارم. تو نمیتونی از دستور من سرپیچی کنی رامین. من از شیلا اجازه خواستم. منتظر شنیدن صدات بودم رامی. از کجا فهمیدی منم؟ آیا جز تو کسی هست که صداشو بشنوم یا ببینم رامی؟ تو شاعر بودی و من نمیدونستم؟ موزیک گوش میدی؟ آره، صفحه که تو بهم دادی وقتی تو نیستی اونو میشنوم تو وجود تو حس کنم. من همیشه با تو بودم یاردا، قبل از اینکه پیدات کنم. بازم حرف بزن، میخوام صدا تو بشنم. من کور بودم، تو به من نور دادی. سردم بود، تو برام آفتاب شدی. اگه یه روز بسوزم و خاکستر بشم، بدون از عشق آفتابی. صدای زنگ در بود؟ آره مثل اینکه، یه دقیقه صبر کن. این وقت شب کی میتونه باشه؟ شما؟ خیلی گشتم تا پیدات کردم. اجازه هست؟ به به، واقعا که به به. زمین و آسمونت پر شده، خوبه. اینجا اومدین چی کار؟ خیلی ساده است خانم یلدا، اومدم طلبم رو از تو وصول کنم. چه طلبی؟ اگه من نبود تو به هیچ وجه نمیتونستی به اینجاها برسی و یه همچین جایی در اختیار قرار بگیری. باره شما نبود که منو به اینجا رسوند آقای رحمان، برعکس وجود من بود که در مشتریتون رو دو برابر کرد. در حقیقت من طلبکارم نه شما. دهن گوشی بیزبون رو خیلی سفت چسبیدی، ولش کن تا آقای اون طرفی هم صحبتها رو بشنم. اون میدونه که من پاکم. آه خوب چمشو به دست آوردی. عزیزم اگه من میدونستم با یه آپارتمان قانع میشی، خب حاضر بودم بهت ویلا ببخشم، ماشین یا هرچی که دلت میخواست. حالا هم اینقدر دیر نیست. برید بیرون. لازم نبود زحمت بکشی و در باز کنی. خودم میرم. Ha ha ha!
خب اونجا ها رو که دیدی اون برم تو تماشا کرد. حالا بریم اون تو. چقدر جالبه. جالبتر از همش اینجاست. بیادم این سنگ. این فقط یکی از شاهکارهای معماری مسجد شاه. کوچکترین ضربه چند مرتبه منعکس میشه. گوش کن. قشنگه. حالا تو خودت یه چیزی بگو. ببین چطور صدات میپیچه. چی بگم؟ هر چی دلت میخواد بگو. جمله‌ای که دوست داری بگی. اونی که دوست دارم بگم همش تو یه کلمه جمع شد. خیلی خوب، همون یه کلمه رو بگو. پس چشماتو ببند. باشه. خسته 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 خسته
چشمات هنوز غبار غم نشسته یلدا. بازم بخون. متاسفم یلدا، نمیدونستم انقدر ناراحت میشی. قول بده دیگه شکار کنی خونه هیچ موجود بیگناهی رو نریز. قول میدم یلدا، مخصوصا کبوتر. قول میدم. حتی شنیدم که اونا تصمیم دارن به زودی یه سفریم به اروپا بکنن. چه زمونه ای شده، راحت بچه یادم رو میدوزدن و میبرن. اینایی که به شما عرض کردم خلاصه زندگی اون دختر است. جز بدبختی و بلگردی هیچی با خودش نداشته. من تعجب میکنم که چطور پسر شما با اون همه کفایت و شخصیتی که داره گول بخوره و خودشو اسیر زنی کرده باشه که نظیر اون هرزه حتی خوشاب و رنگترش از تعداد انگشتا بیشتر تو کابره من کار میکنن. میبینی؟
اون وقت این پسره احمق نامزده به اون پاکی رو به مسافرت. مردم بشنون چی میگن؟ خیلی بده، خیلی بده، بده بده، باعث آبروریزیه. خب خانم، متاسفم که برای گفتن این حقایق به منزل شما آمدم. نه نه، من از شما متشکرم و این زحمت رو تلافی میکنم. خب آقا، حالا بگید ببینم چی کار باید کرد؟ شما و ما باید هر طور شده آقای رامین رو نسبت به اون دختره بدبین کنیم. دختره چی؟ نمیشه اونو منصرف کرد؟ بعید میدونم، چون به سختی میشه گوشتی رو که سگ به دندونش گرفته ازش پس گرفت. ولی با همه اینا امتحانش بی ضرره. من امتحان میکنم، شخصا پیش اون میرم. اگه برین خودتونو کوچیک میکنی. من اونو خورد میکنم، میبینین. حالا بهتر شد، من از صدای کوچه بدم میاد. بشین. من راحتم. شما اگه فرمایشی دارین بفرمایید. خانم، اطلاع دارم که رامین پسر منه؟ میدونم خانم. و میدونین بین شما و رامین چه فرقی وجود داره خانم یلدا؟ اونم میدونم. بیاین رو راست صحبت کنیم. پسرم مرد متشخصیه، از خانواده خیلی نجیب تر از اونی که فکرشو بکنید. بعد از مرگ من همه کارخونه هام، املاک و ثروتم به اون میرسه، اما به یک شرط. به شرطی که شریک زندگی اون یک زن کوچه ای نباشه. حالا راستشو بگین، از اون چی میخوای؟ عشق. این عشق چقدر ارزش داره؟ 10,000 تومان؟ 50,000 تومان؟ 100,000؟ چقدر؟ شما جز پول تا به حال به چیز دیگه ای هم فکر کردین خانم گلارا؟ مثلا چی؟ مثلا احساس. احساس؟ شما ارزشتون خیلی کمتر از این حرفاست. چرا؟ چون من آدم بیچاره و ضعیفی هستم. بله بله، چون روی پیشونی همه اونایی که مثل شما نوشتن یلدا. خیلی خوب، چقدر بدم تا برگردی جای اولت؟ من جایی ندارم برگردم خانم گلارا، من قسم خوردم. اینجا خونه عشق منه، من رامینو دوست دارم. آیا دوست داشتن گناهی؟ نه، چون این حقو حتی به حیوانا هم دادن. شما دارین به پسرتون توهین میکنین. شما هم دارین از حدتون تجاوز میکنین. من اجازه نمیدم پسرم زنی رو به خونه بیاره که مادرش از لجن کوچه ها تغذیه میکرد و پدرش یک قاتل و دائم الخمره. آره، مادرم بد بود، پدرم بد بود، منم به قول شما بدم. ولی ببینین، حالا فرصتی پیش اومده که خوب باشم. بذارین خوب باشم. چرا این حقا از دستم میگیرین؟ ما که رو پیشونیمون نوشته شده یلدا، چرا نمیذارین دست ما رو بگیرن از لجن بیرونمون بکشن؟ شما که بی نیازین، همه چیز دارین، دیگه چرا منه که چیزی ندارم میکشین و خوردم میکنین؟ آخه چرا؟ بس پسرم دست بکش و الا نابودت میکنم، قلب تو زیر پام له میکنم. شما قادرین همه کار بکنین جز کشتن قلبم. اون به پسرتون تعلق داره. ببین اومده. این چی کار کنیم رحمان خان؟ شروع میکنیم، برو.
قربان تلفن سالن زنگ میزنه. بفرمایید. آقای رامین؟ بله، شما؟ من یه دوست هستم، دوست صادق و صمیمی. خب، چی میخوای؟ هیچی، فقط نمیتونم ببینم شما فریب میخوری. منظورتون چیه؟ اونه که برای شرکین با یه مرد، بقیهش خودتون حدس بزن. شما کی هستی؟ الو؟ دیر برداشتی؟ چی شده؟ چرا ناراحت شدی؟ گفتم چرا گوشی رو دیر برداشتی؟ آخه داشتم یه دقیقه گوشی دستت باشه. یلدا کجا رفتی؟ الو؟ الو؟ با اجازه کی اومد؟ اینجا رو دیگه عوضی گرفتی؟ چی شده عوضی گرفتم؟ گمام شا بیا برو بیرون! آره، برو بالا منتظرته. منزل نبودی؟ تلفن کردم مشغول بودی؟ داشتم دوش میگرفتم زنگ تلفن. میگم کی اینجا بود یلدا؟ هیچ کس، یعنی تو اومدم که باهات حرف بزنم، مردی خواست بیاد تو اما نذاشتم، خونه رو عوضی گرفته بود. راستی؟ عوضی گرفته بود؟ بود از اینجا رفت؟ هیچ کس. من الان با چشمای خودم دیدم کسی اینجا نبود. قسم بخور. قسم میخورم به نوری که به هم دادی، به امیدی که به روحم بخشیدی، قسم میخورم که تو اشتباه میکنی رامی. من به اندازه یک کوه رنج کشیدم، بذار اقلن پیش تو رنجم خاکستر بشن. اینجا کسی نبود، من به تو دروغ نمیگم. میخوام باور کنم یلدا، ولی نه، حتما باور کن. آه.
حضرت آقا، منزله یلدا خانم اینجاست. بله، چیکارش داری؟ از عباس خوشگله براش پیغام آوردیم. عباس خوشگله چی؟ دوست یلداست، لابا تو هم دوستشی نه؟ ای ناغلا. ما رو تنها بذار حمید، من چند دقیقه اینجا کار دارم، میخوام با بابک صحبت کنم. که اینطور، چرا نپرسیدی اونا با یلدا چی کار داشتن ها؟ کیا؟ کیا رو میگی؟ همون زنایی که ازت سراغ یلدا رو گرفته بودن دیگه. نمیدونم، شاید از دوستای کاباره‌ایش بودن، شاید وسوسه تمام وجودم رو پر کرده. وقتی تلفن کردن و گفتن یلدا به هم خیانت میکنه، رفتم که خفش کنم، ولی وقتی که قسم میخورد مثل فرشته ها بود. تو چشمش کوچکترین غباری از گناه نبود. ولی اون مردت اونجا چی کار میکرد؟ چی کار میکرد؟ خونه که یلدا میشینه چند طبقه است؟ دو طبقه. طبقه پایینش خالیه، هنوز کرایه ندادن. و اون مرده که قرم است از بالا میامد. حتی به من خندید و گفت نوبتی ماشین نوبت توه، برو بالا. جدی؟ بالا؟ آره، یعنی طبقه که یلدا میشینه. ساعت چنده بابک؟ 8 شبه. چند روز پیش یلدا نمیری؟ 3 روزه. همش تو خونه نشستم ببینم از این تلفن‌های لعنتی بازم میشه یا نه. خب شد؟ آره، پای روز، دیروز، امروز صبح همون صدای آشنا پشت تلفن خندید، بعد گفت بیچاره و گوشی رو گذاشت. تلفن کردم به یلدا، جواب نداد، انگار خونه نبود. زور که تلفنی قضیه رو بهش گفتم، گفت فکر نمی‌کردم اینقدر بد شده باشه. الو، با تو کار دارم. بفرمی. خودش. بله خودم. از جون من چی میخواین؟ من دوست شما هستم، گوشاتون رو درست باز کنین ببینین چی دارم بهتون میگم. همین الان یه مرد تو اتاق خواب یلداست. برای اینکه دوستیمو بیشتر به شما ثابت کنم، کافیه که بدونین من راننده اون مرد هستم. عرض کردم راننده مردی هستم که الان تو اتاق خواب یلداست. متاسفم، دیگه نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. به منزلش تلفن کن. نه، این دفعه غافلگیرش میکنم. اینقدر زود تصمیم نگیر رامین. میخوای چی کار بکنی؟ آقای بابک؟ بله. میل دارم پا تو از اینجا ببری و کمتر با رامین تماس بگیری و الا بیکارت میکنم. مجبورت میکنم بری سماق بمیگی. دیوونه، تو نمیدونی منزل یلدا کجاست؟ نه آقا، نمیدونم. Thank you.
کو؟ کجاست؟ کی عزیزم؟ اونی که براش میوه تدارک دیده بودی کجاست؟ میوه رو برای تو خریدم رامین، فراموش کردی امشب شب یلداست، حتی تو روزنامه ها نوشتم. تو یه دروغگوی پاس فطرتی، مادرم راست میگفت، تو یه کوچه ای هستی، وجود تو همش نیرنگ و دروغه. این یه توته هست، یه توته هست. آره اون تلفن هم توته هست، راننده یه آقا توته هست. کدوم راننده؟ کدوم آقا در میره با ماشین فرار میکنه توته هست، هر لجنی مثل تو میاد اینجا سراغ تو میگیره توته هست. نه یلدا، توته نیست، حقیقت. من اشتباه کردم که تو رو از اون محیط بار کثیف بیرون کشیدم تا عوض بشی. فکر کردم بین بار و خونه فرق میذاری، حالا میبینم برات هیچ فرقی نمیکنه، من یا یه غریبه دیگه. تو منو خورد کردی یلدا، تو منو شاید زیر پاهات لهم کنی، بازم دوست دارم، حتی اگه بمیرم. اینا همه توته هست، وسوست کردن، فکرتو مسموم کردن رامی. تو مسمومم کردی، تو نخورد به خاطر نور سوخت. منم میسوزم رامی. نه، تو بهتر برگردی تو همون لجنی که بودی. من حاضر شده بودم از تمام هستی و زندگیم بگذرم فقط به خاطر تو. حالا میبینم که لیاقتشو نداری، دیگه نمیخوام ریختو تو ببینم. چشم رو می بر می گردم، دیگه منو نمی بینی، اما من همیشه تو رو خواهم دید، حتی در ظلمات، حتی در قبر. چرا در قبر خانم یلدا؟ بازم تو. داشتم خوشخوشک از اینجا رد می شدم، دیدم چراغا روشنه، گفتم یه چند دقیقه بیام بالا. فکر کردم این موقع شب شاید به دردت بخورم. از من چی میخوای؟ مشروب تو بساطتون نیست؟ برای تو نخیر. مگه بار من چه عیبی داشت که ول کردی اومدی تو این لونه سوت و کور؟ یه دفعه جواب تو دادم. آه بله بله میدونم، میخوای شرافتمندانه زندگی کنی. منم بهت قول داده بودم که هر چی بخوای بهت بدم، ماشین، ویلا، پول، اینا رو میگن زندگی راحت و شرافتمندانه، نه مثل پرنده ها تو قفس زندانی شدن. بس کن. من دوست تو هستم، دوستت دارم، اگه برگردی پیش من قول میدم که تمام زندگیمو بهت ببخشم. بریم بیرون آقای رحمان. گفتم تمام ثروتمو میدم، مطمئن باش که شوخی در کار نیست. چی داده؟ کی؟ اون کی؟ آقای رامین. تو رامین از کجا میشناسی؟
از اونجا که اومد تو بار من و تو رو از چنگم بیرون آورد. خب این آقا چی بهت داده؟ امید. این امید تو چند میارزه؟ تمام زندگی، همه وجودم، همه فرداها. اما اون نامزد داره. رامین؟ اسمشم شیلا. نه! تو دروغ میگی! تو دروغ میگی! دروغ میگی! وسوسم میکنی! ولی اون نامزد داره. اگه باور نمی کنی میتونی ازش بپرسی. اون تو رو گول زده بود که ازت استفاده بکنه. استفادهشو کرد و حالا هم سیر شده. وقت و بی وقت اومدن رامی به اینجا و علم شنگی رو انداختنش صحنه سازی بود که تو از زندگیش خارج بشی. به امید دیدار. شب بخیر شیلا خانم، چطور این وقت شب؟ خانم گلارا تلفن کرد که فوراً بیام. طوری شده؟ ظاهراً که نه. راست بگو. راست میگم، بفرمید. سلام خانم گلارا. سلام شیلا جون، رامین منتظر ته، برو تو اتاقش. چی شده؟ هیچی، فقط میخواد ببیندت. نشستی؟ چی شده؟ به مادر خواهرم بگو بیان اینجا. اگه نامزد خواهرم اومده اونم بیاد. خانم گلارا، حمید خانم بشین بریم بالا. موسو چیه؟ نمیدونم مادر، من و شیلا فردا جشن نامزدی میگیریم. ولی من نمیخوام تو به من رحم کنی. من به خودم رحم میکنم. من مرتکب یه خطایی شده بودم که رفع شد. به پدرت بگو فردا نامزدی اونو جشن میگیریم. همینجا تو خونه ما. الو، بفرمایید. گوش کنید. مهم نیست پشت تلفن کی داره صدامو میشنوه. فقط التماس میکنم به من جواب بدی. درسته که رامین نامزد داری؟ شما کی هستی؟ من شبیه هستم که هرگز فردا نداری. من یلدا. یلدا. تلفن رو قطع کن شیرا، اون دیگه وجود نداره. چه شده رامین؟ چرا ناراحت شدی؟ کی بود شیلا؟ بری من بسته دیگه، برش کن، نمیخوام صداشو بشنوم. اون دیگه وجود نداره، اون مرده. دیگه همه چیز تموم شد. بله، همه چیز تموم شد. دیگه همه چیز تموم شد. دیگه همه چیز تموم شد. Thank you.
عروسی رامین، مگه عروسی ما نیست؟ چرا؟ عروسی؟ موزیک غمگینیه، خیلی غمگینه. بگو موزیک شادی بزنم. یه نفر مرده یلدا، این موزیک تشییع جنازه است. تشییع جنازه کی؟ یلدا. یلدا. چرا یاد اون حرف تو افتادم که میگفتی شب سرپوش جنایته؟ چشمم به تاریکی کوچه افتاد، فکر کردم. فکر کرده که چی؟ فکر کردم همه مثل ما خوشبخت نیستن. عشقبازیتونو بذاریم واسه فردا، حالا موقع رقصه. درس تموم شده. یلدا از تاریکی اومد و به تاریکی هم برمیگرده. اونجاش تو نور نیست، اون فردایی نداره. شب کجا خورد کنم؟ بگیر. گفتم که خورد ندارم. همش مال خودت، بقیهش هم مال خودت. نمیفهمم خانم جون، آخه این خیلی زیاده. نه نه زیاد نیست، فقط برای امشب من دعا کن.
بفرمایید. ببخشید که این موقع مزاحمتون شدیم. خب البته لازم بود با شما تماس بگیریم. ما شماره تلفن شما را از جیب خانمی پیدا کردیم که الان اینجاست. بیمارستان. خودکشی. راننده تاکسی که دیشب از حرکات خانم مشکوک شده بودن آوردنشون اینجا. قد بلند و موهای مشکی داره؟ آدرس بدید. بله. بله. متشکرم. بله. طبقه 4 اتاق 505. متشکرم. ببخشید اتاق 505 میخواستم. این طبقه چهار، اینجا طبقه پنج. میخوام ببینمش، میخوام مطمئن باشم که خودشه. یواشتر، دکتر قدغن کرده. کی میتونم ببینمش؟ اگه زنده بمونه فردا. یعنی ممکنه؟ چه عرض کنم؟ آقای دکتر خواهش میکنم اجازه بدین. من حتما باید ببینمش. فقط برای یک دقیقه. زیاد مزاحمش نشی. اون الان در حال اغماست. جلوت زانو زده. تو پاکترین زن دنیا بودی و من به تو شک داشتم. یادته؟ تو برای مرگ یک کبوتر گریه کردی. تو خودت قلبی یک کبوتر رو داشتی و من اونو پایمال کردم. من به تو خیانت کردم یلدا. اگه یلدا بمیره یعنی تمام وجودم مرده، حقیقت و نور مرده. من حاضرم تمام زندگی و هستیم رو بدم، فقط نذارین اون بمیره دکتر. ما تمام سعیمونو کردیم، زندگی یا مرگ اون دست خداست. راحتش بذاریم. نمیشه رفتو، اون وضعش خیلی خطرناکه. اقلا این گلا رو بذارین تو اتاقش، اون خیلی گل دوست داشت. یلدا فرشته بود، خودشم مثل گل بود، ولی پرپرش کردن. شما با یلدا چه نسبتی دارین؟ منو یلدا تو یه بار میکردیم. من اون شب از تو اتاق رخکن شنیدم که رحمان با تلفن داشت یه نفر رو علیه یلدا تحریک میکرد. پس چطور به موقع به یلدا اطلاع ندادی؟ رحمان و آدم ها رو میپاییدن. امروز صبح خواستیم که خودمونو برسونیم. پسرشون تبریک بگید. بفرمایید که من احتیاجی به پاداش نداشتم. اگه باعث جدایی پسرش و یلدا شدم صرفا به خاطر این بود که یلدا اینجا پیش من. اون دیگه هیچ جا بر نمی کرده. اون داره به سیاهی ابدی پناه میبره.
پس باید برای مشتریای بارم متاسف باشم چون یلدا رو برای جلب اونا میخواست. خفه شما چه خبره؟ برو به سمکی رحمان که زیر زمینه. حالا دیگه بیجر اومد نه الان بهت نشون میدم بیجر اومدم صبر کن. الو؟ کیه؟ الو بفرمایید. تبریک میگم. اون برای اینکه ثابت کنه پاک بود، وفادار بود، انسان بود، حق حیات داشت. خودکشی کرد. یعنی ما اونو کشتیم. میفهمی مادر؟ من، تو، همه. همه اونایی که یلداهای کوچه را از پشت در میبینن، صداشون از پشت در میشنون. الان کجا هستی رامین؟ گوشی رو بده من مادر، با رامین کار دارم. رامین، همین الان از بیمارستان پاسارگاد بهت تلفن کردن. هرچی زودتر خودتو به اونجا برسون، باهات کار فوری دارن. هستم که هرگز فردایی نداری. یه روز بهت گفتم اگه منو ترک کنی من میمیرم. به خدا یلدا به تو وفادار بود، ولی تو باور نکردی. هیچ کس باور نکرد. میدونی چرا؟ برای اینکه نور چشمو رو کور کرده بود، نمیذاش حقیقتو در سیاهی ببینم. منم انسان بودم، جز به اونایی بودم که قلبشون در تاریکی میتپه، در سیاهی گریه میکنه و در ظلمات میمیره. تو عشقای منو ندیدی رامی. چرا؟ چرا دیدم یلدا، عشقاتو دیدم.
وفای یلده ها بود، احساس پاک یلده ها بود. اما تو باور نکردی، نذاشتن باور کنی. رامین اشتباهی رفتی بالا، طبقه چهار اینجاست، اون منتظرته. من حس کرده بودم که تو تاریکی هم انسان ها وجود دارن. یلدام یه انسان بود. منو ببخش رامی، اون بیشتر از من به تو نیاز داره. من خیلی رنج بردم که تونستم خودمو برسونم اینجا تا حقیقتو بگم. باور کن شیلا، اون بیشتر از من به تو احتیاج داره. دوستان یلده هم براش گل آوردن، بده بهش، حتما با اون خوشبخت میشه. شب سیاهی بود رامی. نه دیگه، یه همچین شبی تکرار نمیشه یلدا. نور تو رو پذیرفته و این آغازی است دلپذیر برای پذیرش نور جاوید یلداها را، یلداهایی که شبهای درازی دارند. خورشیدی که در تیرگی ها درخشید، فروغش جاودان خواهد شد.